درود به همه شما دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دولت آلمان امروز افزایش کمک هزینه زندگی بورگاگلد رو تصویب کرده. افزایش قابل توجهی هستش، با همگی جزئیاتش رو در این ویدیو مرور می‌کنیم. جملات و گرامرها و لغت‌هاش هم بررسی می‌کنیم که به آموزش زبان آلمانی هم کمک بکنه. بورگاگلد 2024. قبل اینکه بریم سراغ این خبر، مژده داریم برای دوستانی که تمایل دارن در دوره‌های تخصصی پوست و زیبایی که به صورت تئوری و عملی در شهر کلن آلمان برگزار میشه شرکت بکنن. این دوره‌ها در اصل به واسطه مدرسین بین‌المللی با تجربه از آلمان و کانادا برگزار میشه. مدرک معتبر دریافت میکنید و میتونید در این زمینه فعالیت بکنید. یه نکته هم عرض بکنم، خیلی خیال میکنن که برای ورود به بازار کار پوست و زیبایی بایستی مدرک‌های 1 ساله یا 2 ساله گرفت که این گونه نیست. در آلمان شما میتونید تنها با داشتن در شرکت در دوره‌های کوتاه مدت و گرفتن مدارک معتبر هم چه بیزینس یا در از بیزینس خودتون رو راه بندازید و یا چه اینکه جایی مشغول بشوید. پس این فرصت استثنایی رو از دست ندید. شماره‌های تماسشون رو هم رو تصویر مشاهده می‌کنید. ضمناً کسانی که از سمت دوچ پرلش تیوی میرن هم میتونن با تخفیف ویژه 40% در این دوره ها شرکت بکنند. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil hat heute in Berlin bekannt gegeben, dass das Bürgergeld ab 2024 auf 563 Euro pro Monat steigt. وزیر سوسیال و کار آلمان هوبرتوس هایل امروز در برلین این موضوع رو اعلام کرده که بورگاگلد از سال 2024 افزایش پیدا میکنه و به 563 یورو در ماه خواهد رسید. بکانت گیبن که اینجا حد بکانت که گیبن هستش یعنی چیز رو اعلام کردن، مطلع کردن. موقعی هم که میگن بورگاگلد آف فلان عدد افزایش پیدا میکنه، آف یعنی به اون عدد میرسه، یعنی اون مبلغ میشه 563 یورو پرو مونات، هم یعنی در ماه. steigt هم این افزایش پیدا میکنه. Insgesamt handelt sich es dabei um eine kräftige Erhöhung von gut 12%. در مجموع این موضوع در ارتباط با افزایش خیلی پرقدرت، این افزایش قابل توجهی هستش که 12% هستش. Mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland beziehen Bürgergeld. بیشتر از 5 میلیون نفر در آلمان بورگاگلد دریافت میکنند. همونطور که تو ویدیوهای قبل عرض کردم دوستان من، بورگاگلد فرمت یا حالت جدید Arbeitslosengeld هستش که Arbeitslosengeld 2 یا همون هاتسفیه هستش که تغییر پیدا کرده. اس handelt sich اون موقع استفاده میشه که شما میخواید بگید یه چیزی در ارتباط با یک موضوعی هستش. اینو قبلا درس دادیم، خیلی عبارت کاربردی هست. insgesamt در مجموع، kräftig یعنی چیزی که پرقدرت، منظور erhöhung افزایش، یعنی خیلی افزایش قابل توجهی هستش. ما که میگن gut 12%، gut در اینجا یه جورایی مثل صفت میشه که میگه عدد رو روند بکنی 12% میشه. و در ادامه بتین یعنی گرفتن، دریافت کردن. Für Jugendliche vom 15. Lebensjahr bis unter 18 Jahre sollen künftig 471 statt 420 Euro fließen. برای نوجوان‌هایی که بین 15 سال تا زیر 18 سال هستن قراره که در آینده 471 یورو دریافت بکنن به جای 420 که تاکنون بوده. Für Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden 390 statt 348 یورو gezahlt. برای کودکان از شروع 7 سالگی تا پایان 14 سالگی 390 یورو پرداخت میشه به جای 348 یورویی که تاکنون بوده. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sollen 357 statt 318 یورو erhalten. کودکان تا کامل شدن 6 سالگیشون قراره که 357 یورو دریافت بکنن. این مبلغ تا الان 318 یورو بوده. Lebensjahr یعنی در به هر سن زندگی گفته میشه. Jugendliche به نوجوان ها میگن. Künftig در آینده. Statt یعنی به جای. و Vollendung یعنی تمام شدن سن اینجا مد نظر هستش. Erhalten هم یعنی دریافت کردن. Die 563 Euro pro Person, aktuell noch 502 Euro, sind nicht alle staatliche Leistungen für Bürgergeldbezieher. این مبلغ 563 یورو به ازای هر نفر که در حال حاضر 502 یورو هستش، یعنی از قرار از اول 2024 به این مبلغ 560 یورو برسه. این تمام کمک‌های دولتی برای کسانی که Bürgergeld دریافت می‌کنند نیست. Dazu kommen beispielsweise Zuschüsse für die Miete und die Nebenkosten. به این اضافه میشه به عنوان مثال کمک‌های بلاعوضی که برای کرایه خونه و یا هزینه‌های جانبی خونه Nebenkosten در اصل وجود داره، یعنی هزینه‌های خونه که پرداخت میشه یا منزل کرایه‌ای برای اجاره خانه پرداخت میشه جدای از این 563 یوروه. پروپزون یعنی به ازای هر نفر، اکتوال یعنی در حال حاضر، شتادلیش لایستونگ کمک هزینه هایی که دولتی هست، بورگرگلد بتسیا کسی که بورگرگلد دریافت میکنه. بایشپیلوایزه یعنی به عنوان مثال. توشوس به پولی میگن که پرداخت میشه و بلاعوض یعنی طرف دیگه نمیخواد پس بده. میته یعنی کرایه اجاره خانه و نبین کستن هزینه های جانبی خونه مثل گرمایش و آب و غیره. Eine vierköpfige Familie mit zwei 14-jährigen Kindern kann heute beispielsweise einen Bürgergeldanspruch von 1935 Euro im Monat haben oder 1935 Euro im Monat. یک خانواده 4 نفره که 2 کودک 14 ساله دارند به طور مثال اینها مبلغی که بابت بورگرگلد دریافت می کنند 1935 یورو در ماه خواهد بود. Eine vierköpfige Familie یعنی فامیلی که 4 فرد داره، 4 نفر داره. و کندان میبینید که تهش ان گرفته، ان دکلیناسیون درسش رو قبلا کار کردیم، می‌سونم تو درس گرامر میتونید پیدا بکنید. و بورگرگلد آنسپروخ یعنی حق، یعنی چیزی که واجد شرایط میشه یه نفر براش، یعنی مبلغی که واجد شرایط میشه و که همونطور که عرض کردم برای خانواده 4 نفره در با قیمت‌های یا با کمک هزینه‌های جدید 1935 یورو در ماه خواهد بود. بله دوستان عزیز، این قانون جدیدی بودش که دولت آلمان برای افزایش کمک هزینه‌های زندگی در آلمان تصویب کرده. Ist diese Erhöhung genug؟ آیا این افزایش حقوق به نظر شما کافیه؟ Was haltet ihr davon؟ نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ نظر خودتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگه ویدیو رو دوست دارید حتما لایک بکنید. به عضویت کانال دویچ پرزشوی در بیاید، روی دکمه سابسکرایب یا آبونیقن کلیک بکنید، بعدش هم زنگوله رو روشن بکنید تا هر موقع ویدیو جدید گذاشته میشه مطلع بشید. ممنونم از همراهیتون، تا ویدیوهای بعد بدرود.